ده سی ده سی گفته what is the volume of 8.8 گرم 8.8 آره 8.8 گرم کربون دای اکساید at STP مولکولار ویتمون هم این خب نمیشت فرمول دیگه خب اول بعد نکته شده نکته چی می نکته رو اول به فارسی بنویسیم عافیت باشه bless you یک مول از هر گاز در شرایط استاندارد 22.4 لیتر فضا را اشغال می کند. حالا به انگلیسی one mole of any gas in STP condition has volume of 22.4 liter. دویست چهار حلش بیست و دو چهار چی؟ نه الان همین فقط تو یه جمله است یک مول بگو بیست و دو چهار دهم لیتر تناسب بده حالا اینجا گفته 8.8 گرم من بعد نه گرم رو به چی تبدیل کنم به مول حالا what is the formula of مول mass divided by مولار mass درسته what is the molar mass of carbon dioxide 44 از کجا میدونی کربونه 12 کربون 12 اینا میشه 4 بعد شون آها خودش داده دیگه حالا اگه نمیگفت اکسیژن 16 دو تا 16 تا 32 تا بله با 12 تا میشه 44 تا 8.8 تا بعد دیوایس مثلا 32 بعد حفظ باشه آرمان این پسر ما شیه سال منو به داد کجا گذاشتی کربن 12 اکسیژن 16 میشه 0.2 یه بار اینا تقسیم کن 8.8 یه جور دیگه هم میشه 8.8 AC چرا این چنده 8.8 نه اینجا 8.8 گرم ضرب در هر یک مولش میشه آها داره استوکیومتری میشه حالا اون ضرب در این 22.4 دهم گرمه حالا هر اینجا هم گفته تقسیم بره ببین 90 دل میزدی ای سیم زده دل میزدی دونه دونه پاک کنه من اونجا میتونی ببره تقسیم بره ها بله مساویست با حالا این شد نه چجوری عدد کنی استی رو بزن عدد شد خب این میشه ولی این روش استوکیومتری تو کاملا فراموش کن چون با این روش مسئله دانشگاه حل بشه نیست و اگه حل کنی معلمتون رو نخواهد داد برای چی؟ بعد فراموش کنی فورگت فقط تناسب روش قدیمی چیکار کنم؟ من تو با این روش جواب میده ها همه رو میتونی حل کنی نمولر نه نمولر نه تناسب بلد نیست باید یاد بگیری بدونا چون تو این دانشگاه معلم ها بلد نیستن روش استوکیومتری و تو باید از این راهی که معلم بلد نیستن واقعا نه بلد نیستن من نمره نمیگی استوکیومتری روش خیلی میدونم من بلدم میتونم با معلم برات حل کنم چون من ایران اینا رو درس دادم به بچه ها خب اما میدونم هر استوکیومتری بله کاملا درست نوشتی آفرین ولی به نمره نمیدم حالا روش حل چی شما الان مول کربن دای اکساید در آوردی گوش بده 1 مول از 22.4 لیتر 0.2 مول از هاو منی لیتر حالا ایکس چجوری پیدا کنم میگی 0.2 مالتیپل بای 22.4 دیوایدد بای 1 گرم میده تغییر مول میکنیم ببین این الان این مول دیگه الان گرم داده به ما خب آره ما گرم رو تبدیل به مول کردیم مول رو گذاشتیم اینجا حالا این ضرب در ایشون تقسیم بر این جواب بده 0.2 مالتیپل بای همینجا ببین دیگه عدد رو عوض نمی کنم مالتیپل بای 22.4 این رو ضرب در این میکنیم چی؟ یا تقسیم میکنیم ضرب در رو بذار من اینجا بزنم یه بار دیگه بگو چی گفتی ازم این رو ضرب در این میکنیم بله نیست ضرب در این تقسیم بر عدد یک میشه چقدر؟ 4.48 واحدش چیه؟ لیتر چرا چون بالایش لیتر جواب شد 4.48 لیتر چی مثالی بزنیم؟ یه مثال دیگه میزنیم میگیم What is the volume؟ گفتم ماشین حساب این آقا پسر بهت داد کومه ماشین حساب احتیاج دارم What is the volume of 30 گرم اکسیژن خب دو مرتبه چیکار کنیم بگیم یک مول اکسیژن تو هر حجمش از چهاره لیتر
حالا 30 گرم چقدره؟ بعد بگیم 30 گرم دیوایدد بای 2 تا 16 تا 32 تا 30 تقسیم بر 32 30 تقسیم بر 32 میشه چقدر؟ حساب کن بگو عددشو. 30 واقعا خیلی خوبه دقیقه، چون اگه کسر احتیاجش بشه می‌خوام ساده کنیم اس دی رو می‌زنی. یادت نره اس دی رو ندارم. بعد یه نزنا بخریم میشه 0.93. کجا بگم همین این خوازی هست همون کپی کجا رفتیم کپی کردیم اینجا خونه اینجا همین داره فعلا چی رو می نویسیم ها 93 اوکی او پای 93 بعد این هم ضرب داره این تقسیم هایی حالا او پای 93 ضرب داره 22 و 14 همینجا ضرب رو بزن ضرب داره 22 و 14 ها 21 شد 21 واحدش چیه؟ لیتر. یعنی یک مول 22 و 14 همه لیتره 30 گرم 21 لیتر. قبوله؟ این ایکس بود مشغول بود مشغول پیدا کرد. گفته که Under the same temperature and pressure which has the largest number of molecules in a 1 liter container. چه دما و فشار یکسان کدوم گاز بزرگتره؟ شماره کدوم گاز بزرگتره؟ Under the same temperature and pressure, which gas has the largest number of molecule in one liter container? شما که میخونید معنی فارسیش رو واسه خودتون میگین یا یکی دیگه همینجوری میفهمید؟ والا من هنوز که هنوز همه رو فارسی میکنم. یعنی خیلی ها تو دانشگاه میگن که فارسی نخونید، کتاب تکست بخونید، اله بله. من شخصا به خوشم میام اون کتابا من همه اینجا. ما همه رو فارسی همه رو یه دور فارسی خوندم لکچرهای معلم رو به انگلیسی خوندم فارسی میخونم میفهمم بعد انگلیسیشو میخونم یاد میگیرم حفظ میکنم خب من انگلیسیم قوی نبود از اول که بخوام الان چرا الان سال 5 به یه حدی رسیدم که اوکی میتونم کتاب رفرنس رو وا کنم از اول هم بخونم هم بفهمم ولی نبودم اینجوری به خاطر همین یعنی تو دانشگاه مثلا یا با سال بالا یا اون سال من حرف میزدم نه فقط انگلیسی بخون خب با انگلیسی بلد نیست خب نمیفهمه هیچی خب چیه؟ من نه هر من خیلی هم مسخره میکردن هم گفتن وای مگه خنگی نه اون سال یادم نه سال بالای من اصلا مگه خنگی گفتم آره عزیزم من خنگم دوست دارم همه رو به فارسی بگم من اصلا نمیشه آناتومی لغتاش سخته خب بالاخره که تو میخوای بری ایران باید امتحان ایرانه بدی خب باید لغت رو بلد باشی خب از همین الان بخون گرفتی چی میگم اصلا به حرفی هیچکی گوش نمیدم فارسی بخونیم فارمسیست هم آناتومی داره بله همه رو فارسی بخون از اون طرف انگلیسیاشو لکچرها رو خلاصه بخون اون وقت چون فارسی ها رو تونتون میخونی میفهمی حواست پیش من نیست آناتومی قسم میرم کنم فارسی ها رو تونتون میخونی میفهمی بعد که رفتین سر انگلیسی ها چی میشه اون وقت انگلیسی میفهمی تونتون اونا رو هم میتونین بخونین هم میفهمیش هم حفظش کن اما اگه از اول رفتین انگلیسی خوندی شاید یک صفحه دو ساعت طول بکشه خب من الان اینطوره من کلاس عرض اول سعی کردم انگلیسی حفظ کنم که فارسیشو میخونم بعد خیلی راحت ذهنم سریع ترنسلیت میکنم دقیقاً حالا گفته under the same temperature تحت دمای یکسان and pressure یعنی and same pressure و فشار یکسان which gas کدام گاز has the largest number of دارای بیشترین تعداد مولکول در یک لیتره باید حساب کنیم دیگه نه. ببین خب الان اصلا نگاه بده نه اصلا نباید حساب کتاب کنی میدونی چرا؟ چون شما گفتیم یک مول هر گازی 22 و 14 همه لیتره پس all of them have the same number of molecule یعنی چی؟ ما نگفتیم یک مول هر گاز 22 و 14 همه لیتره یک مول هر گاز چند تا مولکوله؟ یک مول هر گاز دارم میگم چند تا مولکوله ضرب در عدد همون 6 و 22 ضرب در 10 و 23 عدد آووگادرو نامبره مولکول که میاد با اتم و عدد آووگادرو یک مول هر گاز 22 و 14 همه لیتره یک مول هر گاز آووگادرو نامبر مولکول آف دت گازه حالا میگه که کدومش میگم همش یه تعداد مولکول داره چون قانون میگه میگه یه مول هر گاز یه مول تو 22 و 14 همه یه مول اشون 22 و 14 بعد اینا مال جامعه پرفکته تو جامعه ریال که میام یکیشو میشه 22 یکیشو میشه 22 و 5 دهم یکیشو میشه 22 و 6 دهم یکیشو میشه 22 و 3 دهم یعنی یه دهم با هم فرق خیلی میشه آووگادرو
اون تو قانون آواگادرو این بود که یک مول گاز اینقدر مولکوله، یک این آره میگه نه هر گازی هر ماده یا هر ماده کلا این قانون کلیه. حالا یک مول 22.4 لیتره، یعنی آواگادرو نامبر 22.4 لیتره، حالا کدومش کمتر بیشتر داره میگم همش یکیه. انی گاز تو این تست at STP volume at STP the volume of 0.3 mol H2 چقدره؟ در شرایط STP حجم 0.3 مول H2 H2. خب گفته در شرایط STP یعنی همون 22 14 همون باید بنده یعنی یک مول 22 14 0.3 مول چقدره؟ حساب بکنیم میشه 0.3 ضرب داره؟ 0.3 ضرب داره 22 14 برابر است. خب ببین اینجوری شد SD رو میزنم عدد میشه میشه 6.72. دیدی جوابو؟ اوکی من یه بار این حل اینا این رو بنویسم 1 مول 22.4 لیتر حالا 0.3 مول x لیتر. یک و هفته همه گرم آمونیو ات STP contain how many molecule؟ این یک و هفته همه اینو باید تبدیل به مول اول بکنیم. حالا مولار مستشو گفته 17 یک و هفته هم تقسیم برای 17 میشه 17 میکنیم میشه چقدر STP میشه چقدر یک و هفته هم تقسیم برای 17 میشه یک دهم درسته میشه 17 چه یه حالا یک مول 22 و 14 همه یک دهم چقدره؟ 22 و 14 همون زده یک دهم میشه 2 ماهز 24 درسته؟ نه حالا گفته چند تا مولکوله چند تا مولکوله بعد ممول هم تبدیلش بکنیم دیگه حلش کنیم بذار من اینه همینجا حلش کنیم ببین یک و هفت همون رو تقسیم برای 17 میکنیم میشه یک دهم مول این میشه این اینو قبول داری تا اینجا؟ آره خب چون مول برابر شد با ماس دیوایدد بای مولکولار ویت یا مولار ماس. حالا میگم یک مول of any gas is 22.4 لیتر 0.1 چند لیتره؟ حتی اینو لیتر هم نمیخواست اگه حالا لیتر هم میخواست اوکی 2 مرز 24. اینجا باید بگی یک مول آواگادرو نامبره چون داره مولکولا بحث میکنه درسته؟ من. حالا 0.1 چقدره؟ چی کار کنم؟ بعد 0.1 رو ضرب در این کنم دیگه بله. جواب میشه 6 0.02 22 ضرب در 10 به توان 22 23 1 دهم مگه 10 به توان منفی 1 نیست منفی 1 میشه 22 حالا من ما بلد نبودیم اینو میخوایم با ماشین حساب بزنیم بزن یه چیز اینجا مولکول هم میشه اینجا مولکول الان شکست اینجوری شو من نه این مولکول هم میشه مثلا برای آگاهی هم میشه از تقسیم نمیش به هیچ وجه چون گفتیم مولکول بعد اول مول در بیاریم سیکنوم از او او شما با این تقلب نمی کنیدین؟ یعنی چی تقلب ضرب داره؟ چون این فرمولا رو سیف کنی؟ ده بلد نیستم اینو این علامت توانه بزن آفرین توانه. آفرین 23 حالا از توان بیا پایین به خاطر همین میگن اشتباه زدی اینو زدی حالا چیکار کنم پاک نمی کنم دلا میزنم برمیگردم با این بیا پایین آفرین ببین اشتباه زدی اونو یه بار دیگه زدی یه بار دیگه با این بیا پایین کامله آه همین آفرین ضرب در 0.1 مساویست با دیدی جواب بده پس یادت نره این توانه با این باید بیایم پایین بگن تو توان ادامه میده ضرب رو مینویسه بعد کسر هم بشه اینا میزنیم در میان جواب شد حالا ببین تو گزینه هست حالا این 0.22 هم دیگه نذاشته خودش خلاصه کرده نوشته قبوله؟ بعد مولکول بخواد ضرب در آواگادرو بکنیم بعد بگیم یک مول آواگادرو نامبره یک دهم مول چند تا آواگادرو یکی فهم نه با این قاطی کرد اون چی میخواست؟ اون ولیوم میخواست دست در نکن این چی میخواست مدیریت کردیم؟ چی؟ اینجا مولکول میخواست اونجا چی میخواست مدیریت کردیم؟ اونجا ولیوم میخواست اونجا ولیوم میخواست اینجا مولکول میخواست اینجا هی ولیوم ولیوم که مثل این الان ولیوم خواست من یه بارم ولیوم اینو حساب کردم اینجا ولیومه اینجا مولکوله قبوله؟ برو عزیزم ببین خودت چیزی نگو اگه پرسیدند بگو اوکی؟ خودت چیزی نگو خودت که بگی خواستگی من با دو روز خوندن 95% زدم دو روز خون 95% زد 95% یعنی افتاده آره ما 95% نگارم میفته 200% و 100% بزنیم
280 یعنی واقعا کسی که دو روز خونه 95 درصد من خنگو بگم من خنگ دو هفته خوندم 156 درصد زدم با دو هفته خوندن یعنی تو راست من خونده بودی 250 درصد زده بودی این فیلمه چیز خوندم بای فارمنس حالا ناراحت نباش دیگه اتفاقی که افتاد. اینا کم جون میمونی خارجی. تجدید من میشه ایران هم بودم تجدید شهریور گرفتم تو میدم. الان من با شهریور گرفتم. قصه نخور با درست میشه. ببین من اینجا میمونم تا تو هم تو آمد تو بدی اصلا قصه نخوا اصلا نمیذارم به زیاد خوش بگذره تعلیم باشی من اینجا میمونم که زیادی بهت خوش نگذره خدا 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 از غذا که شما بریم بمونه گفته اینه پرشر کوکه اینه پرشر آف کوکه یعنی همون زود پزه The food is prepared faster. غذا سریعتر آماده میشه. Because at pressure higher. چون که فشار بالاتره. دند اتمسفریک پرشر. حالا داستان چیه؟ Water boil above 100 درجه. یادتونه؟ الان من توضیح میگه تو زود فست. تو 120 درجه میجوشه چون فشار بالاتره. ببین دقیقا همون جمله رو به انگلیسی ترجمه کن. خب این چی جوابش این نمیشه که من یه مصدیم. چه Water... خب above یعنی بالاتر است. بالاتر A closed flask contains a mixture of methane and nitrogen gases at STP. TB بیا بالا. TB بیاد اینجا. لایکا بیاد اینجا. آفرین. لایکا بیاد اینجا. TB بیاد اینجا. بودو. بودو 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 بودو. لایکا تو گیرش کشید. نمیخواد بیاد نمیتونه بیاد. گیرش کشید. لایکا پاش نگرش داشته. گفته A closed flask contain a mixture of methane and nitrogen gases at STP. The partial pressure of methane چه؟ خب اول بگیم partial pressure چی؟ ما باید الان یاد بگیریم partial pressure چیه؟ بعد یاد بگیریم mole fraction چیه؟ بعد یاد بگیریم دالتون لا چیه؟ اینا همه نکات مربوط به این تست میشه. TB این مال بازی نیست ها این مال فلش کارته 15000 فونتم پولش بگنه کتکه آها آفرین کوم نوردی میکنه حتی پارشیل پرشر به فارسی میشه فشار جزئی اینجا چی؟ فشار جزئی فشار جزئی یا پی پرایم اور پارشیل پرشر از ایکوال تو توتال پرشر مالتیپل بای مول فرکشن پس این چیه؟ توتال پرشر این چیه؟ مول فرکشن مول فرکشن توتال پرشر خب مقدار فشار این مول فشار کل این فشار کله اونم مول جزئی What is the mole fraction؟ مول جزئی بگو مول جزئی مول جزئی مول فرکشن is equal to مول سولوت divided by mole solution حالا سولوت یعنی چی؟ یعنی مول حل شونده ماده حل شونده مثلا شکر در آب شکر سولوت آب سولونت چای آب قند میشه چی؟ سولوشن solution. این میشه مول محلول حالا مول محلول is equal to مول سولوت پلوس مول سولونت یعنی مول سولوت رو با سولونت که جمع بکنی میشه مول سولوشن فرمولش فقط شما باید از حفظ کنید. What is the Dalton law؟ بچه ها دالتون گفت اگه یه بادکنک. بادکنک به انگلیسی چی میشه؟ یه بالون. بالون. If you have a balloon, what can you see on the balloon? Any gas. For example, O2, carbon dioxide, carbon monoxide. بازشوش نمیبینیم. ولی باد شده. ما نمیبینیم اون گازه رو خب مسلمه ما گازه نمیبینیم من میخوام بگم چه گاز داخل بادکنکه N2, O2, H2 هلیوم، نئون همه گسن دیگه آرگون، کریپتون دیگه زنون دیگه چه گازهایی بلدین S گاز سولفور مثلا دیگه کلور گاز کلورافن گاز بروم دیگه گاز F2 FAT
چی؟ ایتی. ایتی چیه؟ گروه هالوژن ها. آستاتین. خب میگم رادیو آیزوتوپ دیگه گاز که نیست که. خب مثلا یه عالمه گاز بین. واید بالون از بیگر اند بیگر. چرا بادکنک باز میشه گنده میشه؟ خاطر حرکت مولکول ها. نو. Because every gas, every component exert a pressure on the wall. چون هر کدام از این گازها فشار را بر دیواری بادکنک وارد میکنن. Every gas component exert pressure on the wall of balloon. چرا بزرگتر بزرگتر میشه؟ چی میشه؟ بیگردن بیگر. On the wall of the balloon to be bigger and bigger. To be bigger and bigger. Bigger. تا بزرگ و بزرگتر شود. Okay? It means if you insert one barometer, یعنی فشار سنج. What? Barometer. فشار سنج. If you insert one barometer on the end of the balloon, the total pressure is equal to pressure of oxygen plus pressure of N2 plus pressure of H2 plus anything. Every component in them. It means every component participate. Participate یعنی شرکت میکنه. Every component participate to produce a total pressure. What is the pressure of oxygen? This is a partial pressure of oxygen. Partial pressure. It means that's equal to total pressure multiplied by mole fraction of O2. یعنی چی؟ این کلش میشه این؟ فشار جازه اکسیژن. Partial pressure of oxygen. اینجوری تلفظش میکنی. Total pressure and mole fraction of oxygen. What is the mole fraction of oxygen? دارم بینویسم. شبیه mole fraction of oxygen. What is the mole fraction of oxygen? Is the mole of oxygen divided by mole solution. What is the mole of the solution? It means mole oxygen divided by mole O2 again, mole N2, mole H2 plus mole of every component that is here. این برینه. دیگه mole O2 که O2 mole solution هم، یعنی همه mole تک تک اینا به علاوه هم دیگه. معلم تو امتحان اورال ازت میپرسه What do you know about Dalton law? میگی Dalton says every component in a balloon exert a pressure on the wall and the balloon could be bigger and bigger. The total pressure according to Dalton law is equal to... نه اینی که گفتی رو ما باید بگیم. آره این جمله رو میگی. بعد میگی according to Dalton law the total pressure is equal to pressure of oxygen plus pressure of... According چی؟ According to Dalton law. یعنی بر اساس قانون دالتون. According to Dalton law. قانون دالتون اینجوریه و اینجوریه و اینجوریه. بعد این سوالشی بود چی؟ سوال این What is the Dalton law؟ این جمله رو میگی این فرمول هم اینجوری بیان میکنی بعد What is the mole fraction؟ What is the partial pressure؟ مله لغتی نشو حفظ کن مله لغتی بهش فاید نداره الان حفظ کن ما میخواد بگی این چیه خب میگه What is the قبوله؟ مله نقطه ای آها میگم مله نقطه ای ده میگن مول لغتی اگه مول فرکشن چی میگم N prime is equal to مول سلوت divided by مول سلوش the P prime is equal to total pressure multiple by مول فرکشن total pressure multiple by مول فرکشن ببخش این مگه شما نگفت این میشه مول فرکشن آفره خب این برای مول فرکشن اکسیژن دقیقاً برات نوشته من اینجا فرمولشه فرمول کلیشه من یه مثال هم زدم که ملموس بشه الان ملموس شد یه تازه گیت شدی نه فهمیدم خدا روش بیا جلو گفته اینه کلوز فلاس کانتین میکچر آف متین ان نایتروژن گاز ات STP the partial pressure of methane is 0.3 اتمسفر یعنی داره partial pressure رو بهت میده اوکی بعد میگه what is the partial what is the partial pressure of nitrogen فشار جزئی نیتروژن حالا نکته همیشه جمع مول فراکشن ها و پارشیال پرشر ها
باید یک شود. It means if the partial pressure of methane is 0.3, the partial pressure of nitrogen is 1 minus 0.3 is equal to 0.7. نخور. قبوله؟ گرفتی چی شو؟ نه اصلا سوالش چی بود؟ من چی بود؟ You have a container, for example, and you have 0.4 methane. بازه واسه methane. The partial pressure of methane is 0.4. In this mixture, I have a methane and oxygen. If you have a methane 0.4, what is the partial pressure of oxygen? Oxygen. مثل که یک خودش. نه نگاه کن. You have a container. Here you have a methane and O2. I told you the partial pressure of methane plus partial pressure of oxygen should be 100%. If the partial pressure of methane is 0.4, it means the partial pressure of oxygen is how much? همیشه جمعش یک. پارشیال پرشر من به علاوه شما به علاوه شما میشه یک. حالا یک رو تقسیم بر سه کن. نه این چی گفت همیشه جمعه مول فرکشن و پارشیال پرشر بعد الان پارشیال پرشر بعد یک بشه. If I said you the mole fraction of methane plus mole fraction of O2 should be 1. If the mole fraction of methane is 0.4, the mole fraction of oxygen is بگو 0.6. درست نیست دیگه. یعنی چی؟ اینو به هاینو دست آوردی من. اینو این گفته اینو به دست. حالا اونجا یه عدد دیگه بود. گفته بود این 3/10 پس اون چنده؟ 1/3 3/10 7/10. اگه این 4/10 1/3 4/10 6/10. چه بگه پارشیال پرشر چه بگه؟ مول فرکشن. چون مثلا میتونه توی تست دیگه یه نکته دیگه باشه. باشه باشه نه فرق وقت 3/4 رو گفته. ما گفته خدا. آره. یه بار دیگه یه سوال دیگه بپرسم. چی؟ کپیش. یه سوال دیگه بپرسم. کپیش افتاد؟ کپیش یعنی چی؟ کپیش کی میگه کپیش؟ کپیش نمیدونم. کپیش انگلیسیه. نشنه بیدم تا از کجا خوشی نشنه زبانه شیراز انگلیسی بود. خب بیا اینجا. You have a container. In this container you have a O2, you have a N2, H2 and argon. Okay. I have 25% of that, 25% of that, 40% of that, and 10% of that. What is the partial pressure? چکار میخوایم کنیم؟ مسلماً partial pressure اکسیژن به علاوه partial pressure نایتروژن به علاوه partial pressure هرشون باید جمع که مساوی یک بشه. It should be one. خوب. 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 دیگه جای گوی یکیشی نیست. 25% plus 25% plus 40% plus 10% is equal to 100%. مچه 100% مگه 100 نیست؟ 100 درست. دیدی؟ میفهمی مفهومشو؟ خب اینجا که همه رو داری بگم چی رو بخونم؟ این سوال از اول بخونم. من خواستم مفهومشو کلا بگم. الان اینجا شما گفتین الان مثلا اینا رو گفته بود اگه اینا یهو مجهول می‌ذاش تو بعد صد منهای کل می‌کردی اینا در می‌آوردی. سوال یه دور ازش بخون از اول. صد منهای جمع اینا می‌کردی. آفر. مثلا میگم what is the partial pressure of oxygen بعد تو میگفتی اوکی پی اکسیژن برات با یک منهای پی پریم N2 به علاوه پی پریم H2 به علاوه پی پریم آرگون. قبوله؟ حالا بذار همین نوشتم که این بس صد اینجا کجا بود؟ خب باید یک بشه. یک یعنی 100%. یعنی 100 دیوایدد بای 100. بس از 100 کم نمی‌کنی؟ خب تو میتونی از 100 کم کنی. منتها اینو بعد بگید نمیتونی 100 و بگی یا 100%، 100% یا بگی 1. یه بار سوال از اول بخونم ببینم دوزر تو افتاده یا نه. یه توی فلاسک که بسته حاوی مخلوط. مخلوط متین. می توش یه فلاسک می توش متینه. و نیتروژن داریم. آفرین. بعد گاز نیتروژن داریم. شرایط استیپی. میگه که پارشیال پرشر متین اینه. اوکی. میگه پارشیال پرشر نیتروژن چنده. آره. میگیم که یک کومن های چرا یک؟
به خاطر اینکه همیشه باید جمع این دوتا یک پارشال پرشه، جمع پارشال پرشه باید یک بشه. اگه اینجا گفته بود مول فرکشن بازم یک باید بشه. قبوله؟ ویچ Which element is a liquid at room temperature? فکر کن. گوشی من نزاری شما.